شاید شنیده باشید که پس کمپوزه مازی ساده است های ببخشید پس سمپل پس چیه اینجا ما یه زمانی داریم زمان زبان که اسمش پس سمپله امروز میخوام فرق این دوتا رو به شما بگم زمانی که شاید زیاد دربارهش ندارید بچه ها پس سمپل الهاز معنایی مثل همون پس کمپوزه است میتونه خیلی وقتا مازی ساده باشه توی گذشته این دوتا زمان در کنار همدیگر وجود داشتن و هر کدوم یه معنایی رو داشتن ولی الان پس کمپوزه همه این معنی ها رو برای خودش برداشته پس نقش پس سمپل چیه پس سم نقش زیادی الان دیگه تو زبان فرانسه بازی نمیکنه با این حال زمان مهمیه و تو سطح بالاتر ما باید پس سمپل رو بلد باشیم حالا بیایید با همدیگه ببینیم که پس سمپل کجا استفاده میشه اول از همه بدونید که بچه پس سمپل فقط و فقط مخصوص نوشتنه توی گفتار هرگز ازش استفاده نمی کنیم. تازه اونم نه هر مدل نوشتنی که بعضی از مدل های نوشتاره که توش پس سمپل استفاده می کنیم اللحاظ معنایی گفتم مثل همون پس کمپوز ولی خیلی وقتا توی داستان ها یا تو متون ادبی ازش استفاده میشه توی مثلا بیوگرافی ها نوشته میشه توی متون مطبوعاتی ازش استفاده میشه پس توی صحبت های روزمره یا چیزهایی که درباره روزمره و این چیزا میخوام صحبت کنم هرگز از پس سم استفاده نمی کنیم مثلا میگیم لزانفان مخشق تو سول یعنی بچه ها به تنهایی را رفتن اینجا پس هم بچه همون پس کمپوز لزانفان اون مخش تو سول. معنی اینو میده پس معنیش مثل معنی پس کمپوز است مثل پس کمپوز هم دوباره بچه توی گذشته اگر توی اون متونی که گفتیم اگر ما درباره ایونمان ها و اتفاق ها صحبت کنیم از پس سمپل استفاده میکنیم و اونجایی که موقعیت ها بود همون را استفاده میکنه یعنی امپخف ماهیتش تغییر نکرده این پس سمپلی که بعدا تبدیل شده به پس کمپوزه پس جاش توی داستانی که داریم در گذشته روایت میکنیم مثل پس کمپوز اگه ویدیوشو ندیدید ببینید برای بیان کردن اتفاقات برای بیان کردن تغییراتی که زمانمندن استفاده میشه ولی برای, برای بیان موقعیت برای بیان بکگراند دوباره همچنان از انپخفه استفاده میشه مثلا میگیم که ایل سودا ایل وی quelqu'un de bizarre, وی پس سمپل فل واقع یعنی یه آدم داشت بارون میبارید یا آدم خیلی عجیب بودی یه خاصیت دیگه هم که داره پس سم نسبت به پس کمپوزه به خاطر که پس کمپوزه دو جزئیه یکم روایت کردن رو سخت میکنه و طولانی تر میکنه در حالی که تو پس سم چون یه تیکهیه خیلی سریعتر ما میتونیم اتفاقات رو روایت بکنیم مثلا میگیم که ایل لوی ایل دی بونجو ایل کوغو غپیدمان نکته دیگه درباره پس سم اینه که فقط و فقط بچه در حالت سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع استفاده میشه سیغه های دیگه شو دیگه استفاده نمی کنی. پس خیلی استفاده محدودی داره اول از همه بگیم که فقط توی نوشتار استفاده میشه تو چه نوشتاری نوشتار ادبی مطبوعاتی بیوگرافیک توی اینا استفاده میشه و دوباره بازم هم همه هم استفاده نمیشه سیغه که استفاده میشه سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع یه دونه پرانتز بچه میتونیم باز بکنیم که یه جا میشه توی قسمت شفایی ازش استفاده کرد و اونم خیلی برای اینکه یه وجهه مثلا با شکوه و خیلی حماسی و این چیزا بدیم میتونیم استفاده کنیم مثلا توی بازی فوتبال بعد گزارشگری میگه سفی عد و قبل مثلا ستودنی بود این مثلا خیلی میخواد شکوه اضافه کنه سفی همون فعل اتخه ولی میخواد خیلی با شکوه و وقار و اینا اضافه کنه فقط توی این جایی که میتونیم ما پس سمپ رو توی زبان شفاهی استفاده بکنید حالا بریم سراغ صرف فعلش که خیلی صرف فعل ساده ای هم نیست شما الزامی نداره صرف فعلش رو بلد باشید برای اینکه بتونید این فعل رو بسازید چیزی که برای شما مهمه اینه که بتونید این وقتی یه فعلی رو بهش برمیخورید بتونید بفهمید که این پس سمپله احتمالا قبلا دیده باشین ولی متوجه نشده باشید این چه فعلیه پس صرف فعلش بچه برای این نیستش که شما بنویسید اینو یا استفاده که معمولا شما بهش نیاز ندارید که بنویسید ولی تو خیلی از رومان ها تو خیلی از نوشته ها تو خیلی از اینا ما به پس سم بر میخوریم و لازمه که بدونیم که این فعلی که اینجا نوشته شده مربوط به چه فعلیه و چه جوری صرف شده کلا بچه ما سه دسته ترمینزون داریم برای پس سمپل که اولیش هست برای فعلایی که پختیسی پسشون به او اکسانتگو خط میشه مثل پغله که پختیسی پسش هست پغله اینا بچه ها رادیکال فعل رو میگیریم و ترمین این ترمین زنها رو بهش اضافه میکنیم ا ای ا اس ا ام ات ار مثلا من فعل پغله رو بخوام صرف بکنم میگم جو پغله توی پغله ایل پغله نو پغلم و پغلت ایل پغلق خیلی سخته من همه اینا رو باید بلد باشم نه چیزی که من الان خیلی نیاز دارم سوم شخص مفرد و سوم شخص جمعه یعنی همون ایل و ایل پغلغ. این دوتا بسیار مهمه یه سری فعلای دیگه داریم بچه که پختیسی پسشون به او ختم میشه مثلا کوغیغ میشه کوغو همه این فعل و فعل موغیغ موغیغ هم پختیسی پسش به او ختم نمیشه ولی جزء همین دسته از فعل ها است اینا که پختیسی پسشون به او ختم میشه ترمینزوناشون میشه او U S U T U M U T U R. من فعل مثلا vouloir participe passage vouloir اینجوری صرف میکنم. Je voulu تو voulu il voulu nous voulum vous voulut il voulur. دوباره سوم شخص مفرد و جمعشه که فقط بچه ها مهمه. و یه سری فعل های دیگه هم هستن بچهای که پختیسی به ای ختم میشن. مثل چی مثل فینیق میشه فینی و چند تا فعل دیگه مثل چی؟ مثل واق مثل فر مثل اووغیر مثل دکووغیر افغیر سویف و همچنین فعل که تایشون در او -E و تر او -E دارن مثل مثلا پراندر ترمین ازانش بچه ها ای اس ای اس ای ت ایم ایت ایر خواهد بود من فعل فینی رو مثلا صرف میکنم جو فینی تو فینی ایل فینی ال فینی نو فینیم وو فینی ایل فینیر. یادتون باشه بچه دوباره سوم شخص مفرد و جمعش مهمه البته طبق معمول فعل هایی داریم که استثناء هستن و شما باید صرف فعلش رو یاد بگیریم مثلا فعل ات خاص جو فی تو فی ایل فی نو فیم و فوت ایل فیر که مثلا ایل فی رو شاید خیلی بشنوید اوار خاص جو تو ایلو ایل نو زوم و زوت ایل زور فر خاص جو فی تو فی ایل فی نو فیم

این یه فعلی نیست که شما بخواید بسازید استفاده کنید فعلیه که باید تشخیصش بدید توی خوندن تا بتونید بفهمید این چه فعلی از کجا میاد مخصوصا برای فعلایی که بیقاعدن و شما نمیدونید اصلا هیچ ایده ای ندارید که این مثلا ایل اصلا چیه به چه معنی معنیش مثل پس کمپوز است میتونید بگید مازی ساده است ولی تو متون ادبی بیوگرافی ها و متون مطبوعاتی نوشته میشه سوم شخص مفرد و سوم شخص جمعش هم هست که فقط استفاده میشه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه